سرخط خبرها، یک مرد پنجشیری زیر شکنجه طالبان در هرات جان باخت. طالبان به 13 کشور دیپلمات فرستادند. تا ساعات دیگر منتظر سقوط بخش‌های مهم تخار باشید. در ادامه، جبهه آزادی، مبارزان ماد و طالب را در کودامن کشتند. مشروع خبرها، فیاض الحق خیراندش نظامی پیشین و ساکنان ولسوالی دره ولایت پنجشیر در مرز اسلام قلعه و پیش از ورود به ایران به دست طالبان بازداشت شد و پس از یک شبانه روز شکنجه شدن به دست طالبان جان باخت. یک منبع مطلع به ایندیپندنت فارسی گفت که فیاض الحق در دولت پیشین افغانستان در صفوف نیروهای امنیتی کار میکرد و پس از فروپاشی دولت پیشین مدت عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان بود. او حدود یک سال پیش به ایران رفت و در آنجا کارگری میکرد. عکسهایی از فیاض الحق منتشر شده است که او را در لباس نظامی و با اسلحه در دست در ارتفاعات کوهستانی پنجشیر نشان می‌دهد. تا کنون عضویت فیاض الحق در جبهه مقاومت ملی تایید نشده است و جبهه مقاومت ملی نیز به کشته شدن این نظامی پیشین واکنش نشان نداده است. با گفته برخی منابع، فیاض الحق اخیراً به افغانستان بازگشته بود و زمانی که می‌خواست برای بار دوم وارد ایران شود، در مرز اسلام قلعه به دست نیروهای طالبان بازداشت شد. در دو سال گذشته طالبان ده‌ها نفر از نظامیان پیشین و ساکنان پنجشیر و اندراب و دیگر ولایت‌های شمال افغانستان را که جبهه‌های زیر طالبان در آن فعال است، به اتهام‌های گوناگون بازداشت و زندانی و شکنجه کرده و در موارد نیز به قتل رسانده‌اند. طالبان به 13 کشور دیپلمات فرستادند. با گذشت دو سال از حکومت طالبان تا کنون هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناخته است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ادعا کرد که برای سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در 13 کشور دیپلمات فرستادند. او در نشست گفت کشورهای چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، ترکیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مالزی و کنسولگری تاجیکستان دیپلمات جدید فرستادند. او افزود که تاجیکستان دیپلمات‌های این گروه را قبول نکرده است. امیرخان متقی گفت که سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های این کشورها در افغانستان باز است. او ادعا کرد که با برخی کشورها دیپلمات‌های جدید نفرستادند، اما با دیپلمات‌های حکومت پیشین در تماسند. متقی مدعی شد که تماس و تعامل حکومت طالبان با کشورهای مختلف در حال افزایش است. وزیر خارجه طالبان مدعی شد روابط آنها با کشورهای منطقه و جهان در حال توسعه است و آنها به دنبال سیاست خارجی متوازنند. مصطفی کارگر در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد با تجدید حملات چریکی و سوق دادن جنگ به جهت جنگ‌های جبهه‌ای از طرف جبهه مقاومت ملی و دستاوردهای چشمگیر مبارزان راه آزادی، طالب که اساسیت موضوع را به خوبی درک کرده دست به انحراف اذهان عامه می‌زنند و بار تبلیغات منفی خود را چندین برابر افزودند. مهره‌هایی که قبلا نقاب به چهره گذاشته بودند مجبور شدن نقاب برداشته به طرفداران از بادارشان زبان بگشایند. ملت ما همان گونه که جنایت طالب را نمی بخشد و آن را به پاسخ نمی گذارند، اعمال زشت این دلقکان ابلیس صفت را همچنان نیز نخواهد گذاشت. جبهه آزادی، مبارزان ماد و طالب را در کوهدامن کشتند. جبهه آزادی با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن 7 جنگجوی گروه طالبان در کوهدامن خبر داد. با گزارش اسپوتنیک، جبهه آزادی در برگه اکسش درباره یورش نیروهایش بر جنگجویان گروه طالبان در کوهدامن نوشت: مبارزان جبهه آزادی افغانستان ساعت 1:30 دیشب 2 سنبله 1402 در یک یورش غافلگیر کننده بالای ملیشه‌های طالب مستقر در دروازه کابل پروان واقع در منطقه ماشین آب قره‌باغ شمالی دو طالب مزدور را کشته و 5 تن دیگر از ملیشه‌های این گروه را زخمی کردند. این جبهه در ادامه افزوده است در این یورش که با همکاری واحد استخبارات زون مرکز جبهه آزادی صورت گرفته با مبارزان آزادی آسیب نرسیده است. یادآوری میکنیم که در ماه‌های پسین یورش نیروهای زیر طالبان بر گروه طالبان افزایش پیدا کرده و در جیران نزدیک به 2 ماه نزدیک به 200 جنگجوی گروه طالبان از سوی نیروهای این جبهه ها کشته و زخمی شده است. طالبان تا کنون در این مورد چیز نمیگوید. این در حالی است که سپاه آزادی میگوید معاون کندک کماندوی قطعه ریشخور گروه طالبان را کشتیم. سپاه آزادی با نشر خبرنامه از کشتن معاون توره کندک کماندوی قطعه ریشخور کابل خبر داده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سپاه آزادی با نشر خبرنامه نوشت در نتیجه یک عملیات چریکی سپاهیان آزادی
یک دن از ترورستان طالب به نام قاری سیف العمر در منطقه 42 کابل دشت بدولت در نزدیکات قطعه فرقه کماندوی ریشخور که رایی وظیفه‌اش بود مورد هدف قرار گرفت و به جهنم فرستاده شد. این سپاه در ادامه افزوده است با لطف و پشتیبانی خداوند در این عملیات به هیچ یک از سپاهیان آزادی آسیبی نرسیده است. قاری سیف العمر از ولایت بغلان شهر پلخمری منطقه چشمه شیر بود که پس از تحویل دهی کشور به دست گروه تروریستی طالب تا امروز به حیث معاون توله کندک کماندوی قطعه ریشخور در کابل ایفای وظیفه می نمود. این سپاه خاطر نشان کرده است نام برده یکی از ترورستان وحشی بود که شمار زیاده از جوانان پنجشیر و کاپیسا را در ساعات دوخ آباد، دیدانا، دارلمان به اتهام نظامی بودن و عمدتا فارسی زبان بودن و اتهام همکاری با جبهه های ضد این گروه تروریستی درگی شکنجه و راهی زندان نموده بود و با این شیوه خونهای زیادش جوانان شمال را ریختانده بود که در نهایت به سزای اعمالش رسید. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نمیگوید. طالبان به کدام ملت حساب میدهند؟ روزنامه 8 صبح گزارش میدهد. مدت است که مسئولان ادارات طالبان در مرکز رسانه های دولت به نوبت پشت میز نشسته و با خواندن تعداد معلومات و رقم گزارش میدهند که در یک سال گذشته چی انجام دادند. نام آن را برنامه حسابدهی دولت به ملت گذاشتند. دیروز نوبت بخشای آموزش و تحصیلات آن گروه بود و از جمله شمار استادان و برخی اطلاعات دیگر تحصیلی را با رسانه ها شریک ساختند. ارقام و اطلاعات را که طالبان شریک می سازند به دلیل عدم دسترسی منابع مستقل به معلومات قابل اعتماد نیست. بیشتر آن معلومات مهندسی شده و گزینش برای ملت جذاب نیست. مثلا طالبان دیروز گزارش دادند که در یک سال گذشته 36203 پسر و دختر به مراکز تعلیمات اسلامی که نام دیگر مدارس است جذب شدند. این رقم بزرگ است و طالبان حق دارند از جذب نیروی چند ده هزار نفری برای مغزشویی خوشحال باشند، اما سود از آن به ملت نخواهد رسید. بخش بزرگ مردم چشم برا باز شدن مکاتب و دانشگاه ها با نصاب غیر سیاسی و غیر طالبانی هستند. در آنچه ملت نیاز به دانستنش دارد طالبان معلومات دقیق نمیدهند. مثلا مقام های وزارت تحصیلات عالی این گروه گفتند که کار طرح بازگشایی دانشگاه ها برای دختران جریان دارد. خلاف مدارس در مورد دانشگاه ها و آموزش دختران کلگویی میکنند و در واقع دروغ میگویند. اگر کار جریان میداشت باید جزئیات از پیشرفت آن شریک میشد، همان طور که از مدارس به تفسیر ادعا میدهند. طالبان گفتند که در یک سال گذشته 18000 محصل به دانشگاه ها جذب شدند، اما نگفتند که چه تعداد از تحصیل محروم گشتند. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه شما باشد.